یه شب توی خونه بودیم رفتم توی اتاق خوابیدم نه اتاق من بود بعد ده دوازده تا دختر اتاق خوابیدم خب بعد من بهش گفتم که نیاین اینجا این اتاق منه بعد گفتم که این نگاه خواهیدی اتاق ماه بعد گفتم اوکی شب میبینیم کی توی این اتاق میخوابه بعد من رفتم اتاق خوابیدم این دخترها دیگه نمیدن رو تخت بخوابن همه رفتن دور بر من خوابیدن رو زمین من جا انداختن همه جا خیلی اتاق گنده بود انقدر اتاق گنده بود توش دو تا دستشویی داشت دو تا دستشویی جدا در این صحنه ای, ای که گفتی خود دنبیل زدیان مناطق محرومه چون اون همه این کارا رو تخت میکنه یزید تو تا اون تو هم رفتی رو تخت خوابی هم خوابیدی اینا چرا حالا دور جا انداختن دیگه اصلا طرفم نمیمدن تو لولی که تو خونه جا نبود بعد من روی تخت کینگ خوابیدم که سه نفرش راحت میتونم بخوابن هیچ کی نیست فقط من تنها بعد مرسی عالی شد پر دختر رو زمین بعد گفتم خب این نامردیه بلند شدم رفتم پایین یکی از دوستام نمیدونم زیر میز خوری رو مبل یه جایی خیلی یتیمی خوابیده بود اتفاقا دیروزم بهم زنگ زد بیدارش کردن گفتم ما کن ما کن پاشو گفت چی گفتم پاشو بریم تو اتاق بخوابیم گفت جا نیستش که گفتم چرا اتاق هستی تخت دارم گفت با اتاقی پر دختره بود. من روم نمیشه بیام گفتم ببین من یه تخت دارم جای سه نفره دخترم که نمیان از ترس من اونجا بخوابن به خاطر همین این تخت داره ویست میشه نامردیه یعنی تو نیا اینجوریه که تو بیا یه دختر دید. اونجا خوابید تو جای دخترم میگیری تو یه جای خالیو داری میگیری بعد او, او اوکی میام بعد ما رفتیم بالا گرفتیم خوابیدیم بعد من صبح خیلی زود از خواب بلند میشم من صبح ساعت مثلا هفت خواب بلند شدم یه لگد زدم به ماکان ماکانم بیدار شد گفتم اینجا رو ببین بخون همه این یازده تا دخترا خواب بودم و اینجوری کردم چایی ببین همه پا شدن فوش خار و مادر بالش و اینا چه صافت همه چیشون که طرف من قهقه قه بعد بعد همونجای دختره پرید تخ تخشون که با من تیک زدن آقا پاهاشو میمالون فلان بسا بعد من میدونستم که رفیقم نامزدشه رفیقم موف کرده رفته انگلیس این دخترم الان مثلا یک شنبه چهار شنبه داره موف میکنه انگلیس بعد مغزم باید. داشت سوت میکشید که چقدر دخترها میتونن واقعا نامرد باشن این بده ها واقعا و چرا دیشب نمی اومد اون تر <applause> اون داداش تو چیز تاریکی بعدش میومد اومده ببینه داریم چی میکنه <applause> ولی من پشمام ریخته بود دادش از این لولی که این دومی هم که گفتی واسه ویدیومون باحال بود ولی اونجا که بهت گفتم همه ویدیواتو میبینم اینم دیده بودم تاش یادم اومد اونجا که رفتی ماهانه صدا کردیم اومدی رو تخت صبح دست زدی گفتی چایی اونجا دوباره یادم اومد که اینم شنیده بودم ولی واسه ویدیو خیلی بجا و باحال بود حاجی من خاطرات مسجد دارم و ولی اتفاقای عجیب غریب اون مدلی نیفتاد نه مثلا نهایتا رفیقایم که هیچ وقت نمیرقصیدن رقصای عجیب غریبی رو ارائه دادن مثلا یکی که تا حالا هیچ وقت نه به خدا نمیان واسه بودش مثلا رو سرش میچرخیده مثلا جمع پسرونه بودیم پشما اون ریخته بود بیناموس حالا ما هاج رو پای زدن کلاغو دیده بودیم رقص تو رو ندیده بودیم مثلا گفتین نه من بلد نیستم بدش این ساعت از رقصیدن دادش بعد سی تا کورس ورداری بتونی اینجوری برقصی چهجوری بلد نیستی رو کله میچرخی واسه به کی دروغ میگی آره ولی الکل هاجی اینش خیلی باحاله واقعا همه <applause> یه ذره یخشون آب میشه همه با هم فرندلی ترن ولی خب همه چیز زیادش تخمیه دیگه هر که الکل هم دراگ فرق نه درسته ولی تو اونجایی که یخ آب میشه و اینا خیلی خوش میگذره خیلی باحاله فقط سوبدی در بیاد قضیه میدونی نه که هاجی سگ مس بکنیم یکی اون وقت کف داره بالا میاره یکی داره مخ مامانمون یکی رو میزنه مامانمون یکی میخواد به بابای اون یکی بده یعنی یه وزای عجیبیه و پیش میاد پشمات میریزه آره دعوای مسی خیلی بده وای این, از این, از این, این, این بگم وا این خیلی خنده داره چرا چه خوشم می‌گادم اونم یه رفیق دارم خیلی دیوونه است اینو داشته باش رفتیم یه... یه بعد این با جناق میشه دو تا خواهر شوهرشونی درسته با جناق خواهر شوهر که نمیشه آره دیگه اون دو تا که با من درست میگی دو تا رفیق ما <applause> شوهر یکی از این, این هم اینم یه شوهر دیگه داره این شوهر آدم سختکاری و زندگی بسازه این اوکی. یه توی ماشین فروشی کار میکنه که این ماشین فروشی یه رئیس داره این رئیسه آه. یه رستوران هم خریده میفهمه که تولد با جناق اینه بهش میگه آقا من رستوران که ساعت مثلا ده میبنده رو در اختیار تو میذارم تا ساعت یک برو اونجا حال کن تو مثلا احساس باحالی بکن تولد بگیر تولد بگیر, بگیر که سفر ما هم میریم ما مثلا کلا هم ده 15 نفر بودیم جون که خیلی زیاد بودیم 15 نفر میریم اونجا و به اسم چیز دوست دختر رئیس منجر رستورانه مثلا یعنی هر اتفاقی بیفته دخت... میدوه میره به رئیس میگه این بالا میشه میبینی دستشویی دستشو رو توالت رو یه جوری میشکونه آب میریزه تمام توالت و این حرفا این که میاد بیرون رفته کهت زده به توالت چیکار کرد ما تو تا امروز نمیدونیم تا امروز خودش هم میگه من تا امروز هم میگه من نشکونم یعنی پنج ما شما هم حرف میزنی میگم من اون نشکونم ولی هنوزم میگه من دوربین من هست من. ازش میره تو میاد بیرون آب پشتش داره میاد خب بعد دیوانه هست مس میکنه همیشه حواسش نیست ما کاملا قبول میتونیم بگم که یادش نباشه ولی این کرده طبیعی. خلاصه این اتفاق که میافته دیگه دعوا میشه دیگه اون دختره میاد به این میگه این میره به اون میگه اون میگه نه من, من کاری نکردم دختره پتیاره داره دروغ میگه به دختره فوش میده میگه بابا این دختره رئیس دوست دختر رئیس منه نمیتونی به این دختره فوش بدی خلاصه دعوا میشه که صافت کاری حالا تو این صحنه توی رستوران تصور بکن یه دونه میز خیلی خوشگل داره از سنگایی که زیرش چراغ روشن سنگ روشن میشه نشستم بعد روی میز پر غذا و مزه بود کل رستوران مال ما بود دیگه این بودیم الان اونجا خوراکی باکی گوشه بودم من نشستم سر این میز که بخورم تو این پروسس کیک هم آوردن گذاشتن اینجا من برای خودم یاد. یه خور خوراکی ریختم و یه خوردم و از این کیک گذاشتم که مثلا مزه کنم واسه خودم دارم خوراکیمو میخورم و اینا دعوای شلوغ میشه و داد و بیداد و اینا اینا بلند میشن و بعد دیگه از رستوران میرن بیرون تو این موقعیت که بهت میگم همه از رستوران رفتن بیرون به از من من نشستم نماز غذا میخورم ریلکس و اینا بعد یه در باز میشه یه در باز میشه بعد یه دختری بسیار سنم میاد تو میگه بیا بیاینا کشترم دیگه رو خب بعد منم اینجا نشستم میگم یعنی با پونزه تا آدمین واقعا من باز باید بلندشم جمعتون کنم واقعا چه منطقیه چرا یکی از اون پونزه نفر نمیتونه خیلی عصبانی چه؟ شما ماشاءالله طول و عرضت مناسب همه ازت حساب میبرم مشتی خوب قول برم. تو واسه خود تکشادی شدی واسه بقیه ماشاءالله حیبت عز... عجیبی هستی یا دونم اگه خواهید بگم به تو بگی نه بینیم اونجا میگیم ما دقیقه نکن دعوه تموم میشه حالا <تصفح> وقتی میرسن بیرون دارن با هم دادو یاد میکنن این یارو هم که تو ازش داره با مش میکوبه تو یه دونه ساین مثلا جا پارک نکن یا هشت ما میبندیم هرچی چی مش هم داره میکوبه تو این بوت وجود صدای بنگ بنگ یاد اون یکی رگاش زده بیرون و من اینجوری رفتم دعواشون اون لحظه اینه که مثل که این پسره که کار میکنه و رئیسش و اینا به این گفته مثلا مادر فلان اینم یه قاطی کرده که آقا تو ناموسی کردی ما باید بزنم نراتو سرویس کنم بعد تو اینجا وارد شدم و دیدم این داره اینجوری ماش مش میزنه مشت اول و کوبید تو این تابلوه مشت دومو که کوبید اومد عقب مشت سومو به کوبه و من اینجوری رفتم پشت گرفتم دستشو جمع کردم هر این بلندش کردم بعد شروع کردم از ت... از, ت... از, این گروه شروع کردم دور شدن بعد گفتم خفه شو واقعا زر نزن بعد رفتیم بالا گفت به با من میگه مادر جه گفتم خب من که یه پنج سال دارم بهت میگم چون حرف منو گوش نمیدی و تو اون وسط یه خندش گرفت بابا راست میگه دیگه این همش داره همین فرشه رو به ما میده ما میخندیم باش چرا دارم اینجا حالا کتک میزنم بقیه بابا من که پنج سال بهت میگم باور نمیکنی بابا ببینم حرف حق داره بهت میزنه خندش که اونش گوش نمیزنم این آقا دعوا نکن تموم شد دیگه دعوا تموم شد خیلی بامزه بود این صحنه که خیلی من ریلکس اینو این واقعا فیلمی اگه تصور کنی پاره میشی خنده چون من داشتم تصور میکردم دیگه دو نفر اون بغل دارن همو میکشن سوید غذای کشیده نمکشم کم حالی و کار تو گردن یارو یکی داره خون بالا میاره ای بابا نوشابه گرمه چه دو بابا حالا این وسط ما مچلمون نکن بزن با کشش تموم شده دیگه جون دلم دقیقا هم اینجای بودم پونزه نفر بیرون بودن همه هیچکی نمون یه دو نفر نبودی فقط من موندم بعد که برگشت من رو بردم بیرون به زور بلانش کردم رفتم رو بگوشم زنگ بودم زرزی نزن میزم تو صورت سگ بیدی و دیگه آروم شدم داداش سر همین بهت گفتم خیلی جاهای جوری شبیه همین من پشمام میریزه دیگه مثلا این یکی از اخلاقاتی که منم دارم دقیقا همینو توی تخمی ترین شرایط یه جوری ریلکس هم مثلا همین میگن واده فکر داشت مثلا تریاک میکشی چی جوری اینقدر تخمه تا مثلا الان معمور دمه در حاجی همه هم همه نوجنسی اینجا سیاری در رو میشکونه با هوک میاد تو تو خیلی ریلکس وایسادی گوشه میگم خب چیکار باید بکنم الان بالا پایین بپرم اتفاق خاصی میفته اینو خوب شد گفتم ببین این داستان من واسه 10 12 سال پیش ما خونه دوستمون بودیم و همسایه‌هاشون خیلی گوه بودن هم 7 8 دختر پسر بودیم نه 10 تا دختر پسر بودیم نشستیم مشروب خوردیم حالا گلمون رو کشیدیم و موزیک گوش دادیم و اینا تا 12 1 یک. یک و دو هم یه ذره این اولاق صدا موزیکمون بیشتر شد هم یه ذره مثلا تایپ موزیکای زده تو مخی‌تر مثلا تکنوهای چه میدونم بی پی ام بالاتر شده بود تو مخ همه میتونست بده همسایه‌شون زنگ زده بود مأمور اومده بود بعد خونه اینا خیلی باحال بود هاجی یه دونه پنجره داشت که از اون پنجره میتونستی دم در خونه رو ببینی با اینکه آپارتمان بود ولی اینا طبقه اولشون تو کوچه بود بیناموس دم در رو میتونستی ببینی هاجی همینجوری نشسته بودم ماشین کلانتری اومد من موقع سیگار میکشیدم 6 سال ترک کردم ماشین کلانتری اومد داشتم سیگار میکشیدم <تصفح> بعد همین خیلی لاکس رضا رفیقم به قرآن جلو بود صاحب خونه بغلم بود امامور همجوری نگاه کردم گفتم احساس میکنم همسایه‌هاتون زنگ زدن اوکیه اینو که من گفتم ای معمور دو تا از دختره رفتن که ببینن ارتفاع تراس چقدر که از تراس بپرن تو حیات که تو خونه نباشن ببین تو خونه چه گوهکاری از مشروب و حالا همه چی بود یا سفید و زرد و بنفش و همه چی هاجی من همجوری ای معمور بعد معموره زنگو که زد برگشت منو دید به جون مامانم داش منو میدید من سیگار میکشیدم تو روش دین 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 سر در خونه میاد هیچ کم در وا نمیکرد روی رو من تو روی رو زل زده بودم سیگار میکشیدم بعد دانیال صاحب خونه رفیق اومد گفت بابا مادر خ... غ... خب یارو هرسش میگیره گفتم من خیلی تعبیه دارم نگاش میکنم اون فکر میکنه داره زنگ یه جا دیگر رو میزنه چون میگه مگه میشه هاجی ما با سرباز و اینا اومدین یا آلکاپونی نشسته اینجا دست سیگار میکشه میگم تو همین هنگ یه یه صدا شنیدم که واقعا دختران میخوان اتراس خودشون رو پرت کنم پایین به جون مادرم این صحنه رو من که پسرم هیچ وقت خواهیش ندارم راحت 6 مت بود سوئل. راحت فاک 6 شیش بود رفتن رو تراس یکی از دخترها که خیلی پر رو بود اصلا پسرونه طور بود من رسیدم تو تراس این رو هوا بود هاجی خورد کف حیات به رفیقش گفت مادرم گ... شد نیا همین فقط همینو گفت هاجی اون 6 متر رو واقعا پرید پایین بعد من یه ذره نگاه کردم گفتم که کم نصفش هم بود من نیپریدم گفت خواهش بذار بگیرن دیوونه پامامو میشکنه تا آخر اون کج میشیم بود. میگم خورد زمین صدا استخونشو من شنیدم و شوی کرد مادرم شد نیا میگی یه بار با یه تو همین تراسی بودیم <صح> چند تا دختر اونجا بودم من میخواستم مثلا خودشیرینی کنم بایا رفتم اونور تراس گفتم که بپرم پایین بعد خودم نه نه بعد تراسه همیشه اینجوریه این <صح> <صح> تراسه بیپدر با کلاس بود <تصح> گرد درست کرده بودن منم خفه میکنم تو تو آه. لبه میتونی بری به لبه وای میستی دیگه رو اون کورنر ما میزنه کورنر بود من داشتم واسه اینو میگفتم به پرده نه خطر نمیکنه میگفتم من خیلی راحت میتونم بپم چیزی نمیشه فیش رفتم پایین خب سر خوردم با خوردم پایین ننم اونجا چشام او دختر دخترها همه ترسیدن دویدن تو برن تو خونه اپله بیان پایین رو به من رسیدن من دیگه واشده بودم بعد همون تو دیوونه ای فرنگ گفتم آره گفتم که من میپرم ولی از تو داغون بودم <تص> از درون هاجی همه دردها ها دیختورم. اوکی ام آره مادر تو این چه کار تو خوی خیلی خوب میخوام به یه, یه سنی از پسرا همینه دیگه هاجی یه سنی از پسرا همینه دیگه کلا دنده خورشون خوبه مثلا <laughs> یا به کشتن میدن خودشونو یا فلج میشن جدی این اتفاق ما خوش بودیم به رفتیم هاجی من خودم کار احمقانه زیاد کردم واقعا خیلی کارهای احمق چه تو رانندگی بگیر بچه بودم گواهی نامه نداشتم بگی چون واقعا سوپر شر بودم چه ترق دستی هایی که واسه چهارشنبه به سوری درست میکردم بمب به اتم درست میکردم کلا 1500 دفعه قرار بوده پودر بشم ولی این 1500 دفعه این جمعه رو گفتم حاجی اکون آوردیم، وردی ما حاجی شانس آوردیم. وردی ما یعنی خودم دقیقا بعدش میفهمم که حق نبوده که من الان زنده اصلا طبیعی نیست من الان زنده باشم خیلی خوب بود. آره به خداچی خیلی دارکه من احمقانتن ترین کاری که تو زندگی فیلم کنم کردم اینه که پیشکشی رو کردم تو برق بعد خود نگاش کردم آه، گفتم چرا میگن این انقدر بد نوابش از روزی یه دست کوچولو بزنم همون کاری که تو ایران کردی دیگه اگه اشتباه نگم این کار تو ایران کردی آره تو ایران تو باغ برقتون رفت کلا. آره. <laughs> بعد توی راهروی ورود اتاق مامانم اینا بودم یعنی در اتاق مامانم که وارد میشه یه دستشویی بود بعد دوباره راهرو پیدا میشه ادامه پیدا میکرد بعد اتاقشون من توی این راهرو بودم بعد دستمو زدم به این پیشگوشتیه بلند شد بدنم یعنی مثلا انگار که مثلا فیلمه انگار مثلا وسطم به یه هواپیما اینجوری دستم که زدم یه تمام بدنم بلند شد با تمام وجود کوبیده شد توی اون یکی دیواره بعد افتادم زمین بعد بدنم اینجوریش میلرزید بعد اصلا پر و کرکم ریخته بود که وات و خیلی هم میگن که شانس آوردی ول کرده اگه گرفته بود میکشته تو شون... چون اینجوری زدم انگشت نزدم همینو دی... میخواستم بهت بگم دقیقا همین دیالوگ رو میخواستم بگم از کون آوردی ولت کرده چون همه به خاطر این میمیرن که میگیرتشون به خاطر میگم برق گرفتش ولت نمیکنه تو رو پرتت کرده نه من اینجوری زدم خیلی من خیلی چیزم میخوام برم میگفتم مثلا میدونم تو این برگ گفتم ببینم چی میشه اینو که زدم رفتم قشنگ شوت شدم رفتم 20 ولت داده چرا میخواستی ببینی چی میشه می می به سر خودم نمیگی تمام بدنم میلرزید بعد اینی که بلند شده بودم خورده بودم اونور اتاق اصلا برام عجیب بود میگفتم چه قدرته که دیدن اصلا دیدن نمیشه فقط تو ماتریکس دیدیم حاجی فقط تو ماتریکس دیدیم این صحنه رو به خود این واقعا با برق میشه خیلی از کجا آوردم این این احمقانه کارم بود شوکر به آدم میخوره شوکر به آدم میخوره پشمای آدم میریزه دو داشت دیگه حالا برق 220 که دیگه منبع اصلیشه با اون شوکر رو شارژ میکنن یزید میگم اونو بهت میزنن خواهی میکنی اون با اون شوکر رو شارژ میکنن دو دست تو کردی اون تو دیگه ببین چقدر کرم داشتی شانس شانس آوردم واقعا این تو میگی هم حرفی زدی هر کدوم از ما 1500 بار نزدیک بوده بمیریم واقعا فکته دخترها خیلی ریلکس زندگی میکنن دختر تو زندگیش مثلا من خیلی از دختر پرسیدم مثلا خفن ترین اتفاق تو زندگی چیه یا مثلا هیچی ندارم مثلا خفن خفنش میگه پسر رو بردم 17 سالم بود بابام اومد خونه مثلا این او میگم بعدش از میرفتیم مثلا داداش شما رفتیم فلانجا با فرین اینا پنچر شدیم وای چه واقعا حالا ما رفتیم سی تا ملق زدیم هاجی بعدش نشستیم آبجو رو کردیم داداش هم خودمون سخت ماشین تو گردن اتراج همینجوری داریم میری تخمه تمیز ماشین له شد مثلا سه تا دست شکسته ردیف تو بعد این ویدیو هست تو اینستا دیدی نوشته دختر رانندگی دختر و پسر رو مثلا وقتی پسر رو دارن یه حرکتی با ماشین میزنه میده پسر داره دونات میزنه دیریف میزنه لاستیکای ماشین داره آب میکنه فلان همه ساکتن تو ماشینش که تخمش هم نیست بعد دختره با سی کیلومتر میزد سر فرمون چپ رو و واو عادی بود چرا خفن بود این مرها جیارو داره موتور رو آب میکنه دیگه دمای موتور تا به مثبت فاکین هزار درجه رسیده <applause> من یه دونه... یه دونه ون خریده بودم جنسام رسید فرودگاه تو راه فرودگاه زدم بغل یه دونه ون خریدم کارمندمو گوشم ون رو رانندگی کنه دو, دو ماشین رفتیم فرودگاه پرش کردم برگردوندم بس سر این داستان با میگه تو راه زدم بغل یه دونه ون خریدم خب تو ایران بیسکویت تو نمیتونی با این شرایط بخری بزنی بغل اعتماد داره کامیون عروض رد شه جی آره دیگه تو راه زدم بغل یه ون خریدم بابا داداش ماشین ون سند میخواد پول فلان پول اینجا کونه تو پاره میکنم واسه یه بانک فقط بود داندم چند یارو به 6000 دلار یه چیزی با کریدیت کارت خریدمش خلاص ماشین رو خریدم و رفتیم اونجا دیگه من صاحب ماشین ون مثلا موقع سال 2009 بود سال دو و ما سال 2002 بود ماشین هفت ساله بود بعد گفتم که خیلی خوب دیگه. دیگه اینا داشتیم کارامونو کردیم و اینا بیزنسمون انقدر گنده تر شد که دیگه وام به دردمون نمیخورد بعد یکی میاد با کامیون میبرد واسه این ون ما بی مصرف شد که ون افتاد دست من بعد من دیدم رفتم به ون گفتم چند میخرین به من گفتم من ازت میخریم هزار دلار گفتم که خب من هزار دلار که واسه مثلا اهمیت نداره بیا بریم ماشین چپ کنیم خلاصه آقا من به همه دوستام زنگ زدم <applause> که بیام این ماشین چپ کنیم هیچ کی حاضر نشد با من بیاد اگه نه اینو چپ کرده بودم بعد اینکه هیچ کی حاضر نشد بیاد ترسیدم باز خوبه مثلا اینجوری نبودی حالا چپ نمیکنه باش میرم لبه درده وای میسم واجی میذارم تو دی هولش میدم بیفته پود بشه این هزار دلار که میارزه داداش دیگه راست <applause> میگم عقلم نرسید الان که تو دا داری اینجوری شده <applause> ای بابا کاش اون موقع با آرمین رفیق بودم کاش اون موقع میشد میکردیم ماشین به خدا به هفت هشت دوستام نزنم که آقا بیا بریم تو ماشین میشینیم سیت پلت هم میزنیم بعد یک از آیدایمون که آقا تو ماشین رو پر باد کنک کنیم مثلا توپ که اگر هم چیز دیگه خیلی بد نباشه دیگه ایربگ ها تقریبا باشن آردی اوپنن بخوایم توش من اولین چیزی که بهم اینو میگفتی واقعا همین بود که به ذهنم رسید دادم گفتم اگه به من میگفتی اون موقع اولین چیز میگفتم کاری نداره داشت میری یه جا پرتش میکنه پایین کلی بنزین و نفت و گازوئیل هم توش میریزی هم میتره که هم آتیش میگیره هم نور داره هم صدا داره خیلی خودمون هم هیچ نمیشه هیچ ریسکی نداره ریسک صفر و شاه خوش بچا نکرده جنگل آتیش بگیر. یه بار با همین ماشین که از بهترین خاطرات زندگی رو ساختم داشتیم میرفتیم مسافرت یه جایی که دو ساعت راه میشه دیزین در واقع داشتیم اسکی بعد این ونه رو من صندلی وسطش رو درآوردم سه, سه سندلی داره دیگه اغلی. من صندلی سندلی وسط رو در آوردم دوستم و دوست رو گذاشتم راننده وسطش رو دوشک انداختم وسایل علف ستاب کردم نشستم تو ماشین من اونجا جوینت میزدیم و فلان به سال دوستم راننده که ما پاش خوابیده بودیم و اشغال من و دوست اخرم و یکی از دوستم سه نفری ونم درای پشتش اینجوری باز میشه یعنی پنجرهای سوم پنجره اول که وسط هم داره پنجره سومش اینجوری فقط اینجوری میره عقب باز میشه مثل بال ماهی اونا باز دود میده قشنگ میکشه آره بیرون. ونه میرفت از دو طرف دود میزد بیرون بعد دوستم میگفت چه صاف بعد موتور خراب آره فهمیدم که روغن سوزی دادی ولی یه چی توی ماشین داشته میسوخته اینه همین رفیق کینگرام دیگه من عاشقشم جیسن ونداره داره هاجی 24 کفه ون یه چماق شاقیده میگم از مچ دست من <applause> یه چیزی توی ما یا پیپر پی جیسن زده همینجور شخص داده میکشه خیلی ریلکس پشمان میریزه حالا رفتم توی اون ونه یه بار, در بار در ترسیدم صحنه تو فیلم ها میری سحنه میبینی <applause> از که <اسکر> برمیگردی <برنامه تصفيق> اونجوری شدم آجی چیز برنامه شوکه تو ایران دیگه چیزای عجیب غریب دراگ مدار تو شوک نشون میدن دیگه مثلا ون جیسن راحت میتونی ازش یه مستند کامل شوک در بیاری لایو لایو کامله به خدا پشمام نیست اتفاقا تولد خودش رامین بود دیروز تولدش مبارک دوباره عزیزم خیلی دوستش دارم داداش هپی برده بوس بهت خیلی باحال حال میکنم بعد باحاله هیچ اصلا کلا دور و داداش همه مثل خودت مشتی و باحالن من از این نظر این حرف رو قبول ندارم مثل خودت رو قبول دارم خدا وکیلی دور و همه بچهای باحالین آره مثل خودت که هاجی تو واقعا یه سری موقعی چیزایی ازت میشم من پشمان میریز عشق میکنم میگم این داستان چیز هست که میگفتی لباس رسمی هاجی همه میان این اولاغ با کچه الوار یه جا وای میسین کارهای احمقانه این اودا داشت من ده ساله به همه گفتم هیچکی به تخمشم من رو حساب نکرده در حدی که من عروسی دوستم با شلوار جین رفتم بهش هم گفتم خیلی به هد احترام گذاشتم شلوار جین پام کردم و این شلوار ورزشی پوشیدم شورت تو پاد کنده شستم بگه این چه حیونی گفتم دیگه به خاطر اصلا فامیل زنتینا این کارو کردم میگم اولین باری که تو گفتی پشمام ری گفتم وای خدا مگه میشه یکی همین ما فکر بکنه تو این قضیه من میگم این چه کار احمقانی یه لباس گرم تنگ تخمی رو باید بپوشی 8 ساعت هم باید تحمل بکنی هم که اون خودت پاره هم که اون عروسومات پاره است بابا هر کی راحته بپوشیم بیان یه عشقی دور هم می‌کنیم تمام میشه چقدر می گیرید بعد من هرزه بوده مگه هیچ وقت چون دارم اینه... مثل یونیورس دارم فقط گنده میشم از همه طرف هیچ لباسی واسه بعدی آماده نی هر عروسی منم با 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 برادر عروسی آره داماد میره کچرا میخره با من هم دادی بعد من هزینه اش اونقدر مهم نیست که من حوصله ندارم کوچه کار آسونی نی میری که. یه بار میگنی بعد پاشو بعد بدوزه کمرشو بعد بدوزه آستینشو بعد بدوزه خب بعد چیو دوختین دا دو حالا بغلش تنگ نباشه سرشونهشو بکنم تو کونت پشتو حالا کج میذاری تو کونت یا راست میکنی بعد اینو نمیدونم. خفه کن بعد یه طلاو به بکش خب, خب از... میزنی بعد کروات میزنی میگن ما پاپیون تصمیم گرفتیم بزنیم ها, ها پاپیون میزنی چرا پاپیون چوبیه مال ما میخواستی بوز پسرم که چه تصمیمی گرفتید من چی راحتم میپوشم میام دست از سر ما بردارید دیگه آره وای من با رفیقم گفت بیاین گره کرواتر رو بزن یه نگاش کردم خود مسخودی چیزی هستی اصلا داشت لباس رسمی تا حالا تو تنم گره کروات بزنن گفتم بزن یوتیوب در بیاد بیناموس من چه میدونم گره کرواتو چی جوری میزنن تو اینو ولدی بزنی فقط نگاش کردم من شناسی نمیشناسی من مثل اینکه من ندادم من حتی لباس کجوال هم حتی ندادم سخت پیدا میکنم من همه لباس هم, هم. اولین پوینت خرید لباس هم اینه که خوشگل راحت تموم شد اصلا مهم نیست کی میگه کجا چی باید بپوشیم ما اصلا دبی برم سختم چون میدونم خیلی از کلاب‌ها شلوارک راد نمیدن اصلا داداش دو داستانی اینجایی که کلا میدم مسافرت که رکابی شلوارک چون لخ برو بریم داداش میخوام راحت باشم یعنی چی شلوارک راه نمیدم کدوم <تصفح> حالا من همین که گفتی سرین خیلی حال کردم من سر اینکه خود آدمای معروف فروف میشناسم کلی کلاب میدم با شلوار بعد مردم هرس میخورن و مثلا پسرایی <تصفح> که مثلا تو لول تو هم فوش میدن که الان من به خاطر قانون... راحت. از یه بارم شانس آوردم کالیفرنیا ویگس بودم بعد با دوستم گفت بریم کلاب رفتیم کلاب اکی. تو صف واسطه بودیم و من کفشام های پومای قرمز بود یعنی کفش ورزشی بود قرمز هم قرمز خیلی تابلو ورزشی بعد تیپ همون خیلی جینگولکی درست کرده بودن خدایی بعد جلویمون سه تا پسر سیاپوس بودن که کفششون کفش ورزشی بود مثلا جردن بود بعد راشون نمیداد میگفت نمیتونین بیاین تو بعد میگفتش خیال. آره میگفتش که نه اینجا رسمیه بعد کفشتون رسمی باشه مثلا این, این ما کفش ورزشی را نمیدیم اینجا همونجوری که شلوار ورزشی را نمیدن یا شلوار کوتاه کفش ورزشی هم یعنی من حالا اینا که من دارم میبینم من ریدم تو خودم که ای بابا من که نمیدونستم که افشی رسمیام که ندارم اینجوری بریم خونه عوض کنیم بس ما الان به فنا رفتیم کنسل کامل آره من خیلی ناراحت بودم خلاصه رسیدیم جلو و یارو منو رو نگاه کرد چرز... زد گفت برو تو من یه ها تو تودم عروسی که آخ چون به من گیر گیگنه... نداد کفشم اون ندید همینجوری تو یکی از اون سیاپوستا بهش میگفتش که پس چرا اینو را میدی تو تو مغزم گفتم بابا با. آخه به تو چه رابطی الان نمود؟ نمودن من چه جوری تو رو کمک میکنه اون که نمیاد بگه او آره پس تو هم بیا برو تو. اون طناشینی که ای خب بعد تو هم بیا بیرون چه کاری با من کردی. فقط منو میگه به از این پوینت دیگه آره فقط منو. بعد تمام رفت رفتو مغزم و ناراحت شدم برگشت اینجوری یارو نگاه کردم که مثلا خب اوکی دیگه بیا بنداز بیرون دیگه حقته. بعد یارو به جون مادرم یارو برایش اینجوری نگاه کرد منو بعد گفت آخه لو کرده گفت یه نگاهش کن گفت اصلا کن کفش مچ اون دستبندشه دستبندش مچ اون خط مثلا پراده لباسشه گفت اون کفش قرمزه ساخته لباسشو مثل شما نیست که فقط کفش باش, کفش باش کفش ده. ده کفش ده رو کرده چون کفش رجوش کفش رو ستاپ کرده داده شما حالا پوینت نیست که من خوشی به کفش گیر بدم بعد به بقیه‌اش هم گیر بدم بعد لختش کنم با شورت بفرسم نه پوینت ازش بگیری تو میتونی با لباس ورزشی شیک باشی میتونی با لباس معمولی شیک نباشی میفهمی چی میگم دقیقاً من اگه میتونم با لباس ورزشی خودم رو شیک کنم خب بذار من اینطوری کنم تو علاقه داری با کچرو باشی دم دیگه هم بکن من نمیگم شما عروسی گرفتن همه با شلوار و گرم کن میان هر کی من عروسی خودم با شلوار و گرم کن بودم مامانم و بابام کچرو لباس پوشیده بودن اون که عاشقت شدم حاجی گفتی گفتی من خانومم که گرم کن پشت اومده دو تراس وایستاده بودیم بابا ماله یه ساعت بنده خود ما اونم شینیون کرده فلان من اون تیشرت وایستادم خب خوندی قربونت برم ادادت خدافزی شاکر زن شوهر شدیم یس yes. بعد تازه آخرش که خانومه گفت واسه همیشه گفتم من واسه همیشه ساین اپ نکردم تو وقتی که حال کنم با حال <تصحیح> آره که حال بکنم این خیلی دار که اینم دازه کردم توش وای خیلی حالت بود من خیلی حال ولی یه باید. چیزی رو من توی لباس یه چیزی رو تو توی لباس هاجی هیچ وقت نمیفهمم نمیدونم شد دیدی الان جدیدن جو شده لباس هرچی گرون تر باشه انگاه میگن خوشگله بعد من اینو هیچ وقت قبول ندارم مثلا این آجی لویویه به تخم پسرم چرا باید یه فاکین یه کابشن 6000 دلار باشه وقتی من 500 دلاری همینو سراغ دادم که اصلا لویوی هم نیست یه برند ممسنی میزنه تو چین خاک هیچی هم پشتش نیست ولی خیلی این خوشگل تره حالا این چون لوی وی 6000 دلاره پس حتما این هک اونو تنش میکنه مثلا خوش تیپ باشه من او ما خیلی آدمای خوش تیپی داریم که خیلی ساده میپوشن خوش تیپی اصلا به پول نیست واقعا من بعد 3 دقیقه دیگه برم بچه‌ها رو پیکاپ کنم واسه بعد این ویدیو رو تموم کنم ولی میخوام اینو واسه توضیح بدم از نظر آه. منطقی یا علمی چرا این اتفاق افتاده ما حیوانی هستیم که باید هایارکی داشته باشیم یعنی یه نفر باید رئیس باشه یه نفر باید تای گروه باشه دست اینجوری هستش حالا هر با این مشکل داره بره بمیره ام... تو تو تمام هیستوری مال انسان زور بوده واسه من میمادم داد میزنم یه چکنم تو صورت تو میفهمید که اوکی من تو قوی ترم اگه غذا میماده من اول میخورم بعد تو میخوردی خیلی فقط هم واسه همین بوده بعد الان که زندگی رو پیشرفت کرده دیگه انسان ها اونو ندارن و دنبال یه چیزی یعنی هم که بفهمن کی ازشون بالاتره کی رئیس کی رئیس نیست و به خاطر سیچویشن هایی که تو زندگی تو کره زمین اتفاق افتاده الان چیز قدرت پوله هر کی پول زیادتر داشته باشه تو سری میگی این آدم خفنیه یه زمانی تحصیل شاید میتونسته باشه نه. یه زمانی زور بوده یه زمانی قد بوده الان هیچ کم از اون نیست الان اول پوله بعد از پول اگه قد داشته باشی نامبر وانی یعنی قد کوتا و قد ناموس بعد لوله نه میفهمم قد ولی کلن آه. اصلا مثلا میگم لاغری خوبه اگه پولدار باشی بعد یه نفر لاغر باشه پول نشه باشه لاغر... اون که پول داره چاقه میبره ولی اگه دو تا پولدار باشن یکیشون لاغر یکیشون چاق لاغره میبره حالا اگه دو تا پولدار باشن یکیشون قد بلند یکیشون قد کوتاه قد بلنده میبره میفهمی چی یه همچین حالتیه الان شده پول پول اولی است به خاطر همین اون کسی که میره اون کاپشن رو میخره 3000 دلار به خاطر تو نمیخره به خاطر اینکه خودشو گول بزنه میخره چون میگه الان آرمین که داره منو میبینه داره میگه اه دست خوش یه کاپشن تنش 6000 دلار من که پولا نمیرسه بخرم چقدر این پول داره دست که تو اصلا نمیدونی لویویتان چیه اصلا نه تو زندگی من اصلا مهم نیست هاجی من فقط سر تا پا نگاه بکنم البته کم سر تا پا نگاه بکنم جیو چشم بخوره فقط میدم چی با چی ست کرده تموم شده رفته چون خودم همیشه سعی میکنم اصلا چیزای باحالی بپوشم چیزای یونیک خفن بپوشم ولی این وقت دنبال مارک هم نبودم آقا گفتی عجله داری من یه چیز دیگه هم بگم من گفتم دو تا چنل دارم دیگه یکی از چنل مانیتایز تقریبا یه 15 روز پیش بعد دیدم که توی یکی از ویدیوهات گفتی که درآمد مرآمد رو میتونی واسه بگیری و دیگه احتیاج نیست با کسی اینجا کار بکنی منم خیلی بهت اعتماد دارم این تیکرم دوستاشی بذار تو ویدیو دوستانش هم, هم کات بکن منم خیلی بهت اعتماد دارم کلا داداش میخوام اون چنل رو قسمت درآمدش و اینا رو با هم یه فیکس بکنیم حالا ویدیو که تموم شد یا به هم شماره تلفن بده یه جای تلگرام بگو که با هم فیکس بکنیم من لینک ها رو بفرستم و هم چش حتما کوس به عشق من اونم ریاکشن موزیکه فکر کنم حالا خودت زیاد حال نکنی چون دیدم با یزدانم ویدیو گرفتی ریاکشن موزیکه توی هشت ماه مانیتایزش کردیم چون جفتمون پاده شد بیشتر سروش چون ادیتا پای نفر بود 240 تا ویدیو رو ادیت کرد تو هشت ماه دمت گرم برادر خیلی خوشحال شدم از آشنایی با امیدوارم یه روزی ببینم دادش این تازه شروعشه این تازه شروعشه من دو سال یه سال یه سال پیش فکر کنم اینو بگم دیگه تمام بکنم واقعا یه سال پیش حالا بگردم شاید کامنت ها پیدا بکنم یکی از ویدیوات انقدر یه لحظه با کردم وسط کامنت گذاشتم که من مطمئنم یه روزی تو کانادا با هم دیگه میزنیم زیر شش قوال میکنیم ولی حالا فعلا کاناداش نشده ولی فعلا در حد ویدیو من خیلی با کردم خیلی هم خوش گذشت اصلا نفهمیدم چی یه ساعت خورده ای شد همون جوری این ویدیوات مشتی و باحالی بوس و ماچ و لایک و کامنت و سابم به کلت خیلی خالی دادیم بچه ها شعوز خودش رو بشین چکس.